نقاشی دیجیتال انجام میدی اما تا حالا از بلندینگ مودا استفاده نکردی؟ مگه نمیدونی که چقدر استفاده از بلندینگ مودا توی نقاشی دیجیتال کارمون رو راحت تر میکنه؟ توی ویدیو با من همراه باش تا بهت بگم اصلا بلندینگ مود چیه و چه کاربردهایی توی نقاشی دیجیتال داره. سلام، به این ویدیو خوش اومدین. من فاطمه هم. اگر که به نقاشی و نقاشی دیجیتال علاقه دارید میتونید از طریق دکمه قرمز اون پایین کانالمو سابسکرایب کنید. حالا اصلا بلندینگ مود چی هست؟ ما توی نقاشی از لایه‌های مختلفی استفاده میکنیم. بلندینگ مود که شاید اسمشو بتونیم به فارسی بذاریم حالت ادغام لایه‌ها، میتونه به ما اجازه بده که تصمیم بگیریم این لایه‌های مختلف روی دیده شدن همدیگه چه تأثیری بذارن. بلندینگ مودا توی 6 دسته یا کاتگوری مختلف قرار میگیرن که فقط کافیه بدونیم که با انتخاب هر کدوم از اونا اون لایه‌مون چه تأثیری روی دیده شدن لایه پایینیش میذاره. بعد از اینکه اثر هر بلندینگ مودا دونستیم، باید باشون کار کنیم و هر کدوم رو تست کنیم تا به نسبت تجربه خودمون از هر کدوم بتونیم درست استفاده کنیم. دسته اول دسته دارکن هستش که بلندینگ مودای این دسته نقش تیره کردن لایه زیرین رو دارن که از این بلندینگ مودها تشکیل شده. پرکاربردترین اونها مود مولتیپلای هست که اگه خیلی ساده بخوام توضیح بدم، رنگ های دوتا لایه رو با هم ترکیب میکنه و تیره ترش میکنه که توی نقاشی معمولا با سه سایه زدن ازش استفاده میشه. برای این کار بعد از اینکه توی یه لایه با رنگایی که در نظر گرفتیم هر قسمت رو پینت کردیم، یه لایه میتونیم روی اون لایه ایجاد کنیم و با همون رنگ یا اگه بخوایم سایه‌مون ماهیت رنگ دیگه ای داشته باشه، با رنگ دیگه ای سایه هامون رو پینت میکنیم. از مود مولتیپلای توی نقاشی استفاده دیگه هم میتونید داشته باشید، اونم توی لایه طراحی اصلی یا اسکچمونه. به این شکل که لایه طراحی رو با رنگی تیره به جز رنگ مشکی انجام میدین، یا اینکه اگرم با رنگ مشکی طراحی کردین، میتونید خیلی راحت با قفل کردن لایه یا آلفالاک و انتخاب یه براش با اون رنگی که میخوایم روی کل لایه پینت کنیم که بهترین رنگی که من همیشه استفاده میکنم زرشکی یا قهوه‌ایه. و اینطوری خیلی راحت رنگ اسکچمون رو به اون رنگی که میخوایم تغییر میدیم. حالا این لایه رو روی حالت مولتیپلای قرار میدیم و ما هر رنگی واسه نقاشیمون زیر لایه اسکچ استفاده کنیم، رنگ لایه اسکچ هم با اون رنگ هماهنگ میشه و دیگه یک دست سیاه یا تک رنگ نیست و خب نقاشیمون اینطوری قشنگ تر میشه. در کل اینو حواستون باشه که این حالت کلن با رنگ های تیره تر از سفید کار داره و کلن سفید رو نشون نمیده. پس اگر توی لایه‌تون رنگ سفید باشه، با انتخاب این حالت ناپدید میشه. حالت لینیر برن هم مشابه مولتیپلای عمل میکنه، با این تفاوت که کمی سچوریشن رنگ ها رو بیشتر میکنه. بقیه بلندینگ مود هایی که توی دسته دارکن هستن خیلی توی نقاشی کاربرد ندارن. حالت دارکن و دارکر کالر رنگ های دوتا لایه رو مقایسه میکنن و رنگ تیره تر رو نگه میدارن. دسته بعدی دسته لایتن یا روشن کننده ها هستن که دقیقا متضاد دسته قبلی یعنی دارکن هستن، یعنی بیشتر با رنگ های روشن کار دارن. حالتی که خیلی توی نقاشی میتونه استفاده بشه و کاربردی تر از همه است اسکرین یا اد هستش. همونطوری که از حالت مولتیپلای یا لینیر برن واسه ایجاد سایه استفاده میکردیم، از حالت اسکرین واسه ایجاد روشنایی ها استفاده میکنیم و مثل حالت قبل میتونیم حتی از رنگ استفاده کنیم که هیو متفاوتی با رنگ های اصلیمون داشته باشن. اما اگر از رنگ های خونسا واسه این کار استفاده کنیم، فقط رنگ روشنتری از لایه زیرین با همون تون رنگی یا هیو خواهیم داشت. خوبی استفاده از بلندینگ مود اینه که حتی اگه اثری که بلندینگ مود مورد استفادهمون روی لایه زیرین میذاره رو دوست نداشتیم، میتونیم خیلی راحت از منوی ادجاستمنت با تغییر سچوریشن هیو یا برایتنس لایه‌مون به حالت دلخواهمون برسیم. یا حتی اگه شدت اثری که میذاره رو دوست نداریم و حس میکنیم زیاده، میتونیم اپاسیتی لایه رو کم کنیم تا اثرش یکمی کمتر بشه.
بقیه بلندینگ مود های این دسته هم توی نقاشی کاربرد کمتری دارن، اما خوبه بدونیم که لایتر متضاد دارکن هست و لایتر کالر متضاد دارکر کالر و هر دوشون رنگ های روشن تر رو نگه میدارن و رنگ های تیره تر رو نشون نمیدن. کالر داج هم متضاد کالر برن هستش و به جای افزایش کنتراست بین دوتا لایه اونو کاهش میده. دسته بعدی دسته کانترست هست. بلندینگ مود های این دسته روی رنگ های مید تون تأثیر میذاره. حالت اوورلی میشه گفت ترکیبی از حالت مولتیپلای و اسکرین هست و رنگ های تیره رو تیره تر و رنگ های روشن رو روشن تر میکنه و در واقع کنتراست بین دوتا لایه رو بیشتر میکنه. سافت لایت و هارد لایت هم خیلی شبیه به اوورلی عمل میکنن، با این تفاوت که سافت لایت شدت اثرش کمتر از اوورلیه و هارد لایت شدت اثرش بیشتر از اوورلیه. ویوید لایت و لینیر لایت هم حالتی هست که رنگ ها رو خیلی سچوریتد تر میکنه. رنگ هایی که تیرگی بالاتر از خاکستری 50% داشته باشن تیره تر و سچوریتد تر میشن و رنگ هایی که روشن تر از خاکستری 50% باشن روشن تر و باز هم سچوریتد تر میشن. اما تفاوتشون اینه که ویوید لایت هیو یا ماهیت رنگ های میانی رو هم یک کمی تغییر میده. از پین لایت و میکس لایت پیشنهاد میکنم کلن استفاده نکنین، چون نتایج عجیب غریبی بهتون میدن و قابل پیشبینی اصلا نیستن. دسته بعدی دسته دیفرنس یا اینورژن هستش که بلندینگ مود های این دسته همونطور که اسمش بهمون میگه رنگ های لایه زیرین رو کاملا برعکس میکنن. این دسته هم خیلی باز توی نقاشی کاربرد نداره و بازم پیشنهاد نمیکنم توی نقاشی ازش استفاده کنید. مثلا اگه دقت کنی من اینجا از رنگ قرمز برای پینت کردن این لایه استفاده میکنم، اما حالت دیفرنس لایه باعث میشه که مکمل اون رنگ توی چرخه RGB یعنی سایان یا همون سبزابی به همون نشون داده بشه. دسته بعدی دسته کالر هست که توی نقاشی باز بیشتر استفاده میشه. بلندینگ مودای این دسته خیلی شبیه به همن و یادگیرشون هم خیلی راحت تره. بلندینگ مود یا حالت هیو همونطور که اسمش میگه هیو رنگ لایه روی رو به لایه زیری اعمال میکنه، اما برایتنس و سچوریشن اون رو تغییر نمیده. کالر مشابه حالت هیو هست، اما این بار سچوریشن اون رو هم طبق لایه روی تغییر میده. لومیناسیتی هم روشنی و تیرگی رنگ های لایه روی رو محاسبه میکنه و به لایه زیرین اعمال میکنه. سچوریشن هم شدت اشباع رنگ های لایه روی رو به لایه زیرینش اعمال میکنه. در نهایت هیچ اجباری برای استفاده از یه بلندینگ مود خاص وجود نداره و من فقط چیزایی که بیشتر استفاده میشه توی نقاشی رو بهتون گفتم. اما همونطوری که اول ویدیو گفتم بهتر دونه دونه این بلندینگ مودها رو تست کنید و ترجیح خودتون رو توی کار باهاشون پیدا کنید و اگه بلندینگ مود خاصی رو بیشتر به کارتون اومد توی کامنت ها برام بنویسید که بقیه هم بتونن ازش استفاده کنن. اگر این آموزش براتون مفید بود بهتون پیشنهاد میکنم که این پلیلیست که در مورد آموزش نقاشی دیجیتال هست رو هم ببینیم. تا ویدیوی دیگه خدافظ.